صورت کمبودشون و نبودشون میتونه تاثیر داشته باشه، اما به صورت وقتی که ما به کار تیمی میپردازیم و وقتی صحبت از کار تاکتیکی هست، خب مطمئنا با جایگزین کردن نفرات و دستورات تاکتیکی که میتونن در زمین اجرا کنن، بله میتونن این کمبودها رو کمتر بکنن. بله خیلی متشکرم از آقای پورمهدی عزیز. ملاحظه می‌کنید که استرالیا پیرانه دومشون در این مسابقه در مقابل آبی پوشان داماش قرار گرفتن. میریم به ورزشگاه و بازی رو تماشا می‌کنیم، به این امید که بازی قشنگی رو از این دو تیم شاهد باشیم. ابراهیمی هماهنگ نیستم. من اجازه میخوام بازیکن دو تیم رو خیلی سریع خدمتتون معرفی کنم. در ترکیب استقلال تهران سید مهدی رحمتی، پژمان منتظری، حنیف عمرانزاده، علی حمودی، میثم حسینی، کیانوش رحمتی، مشتاق جباری، اسماعیل شریفات، محسن یوسفی، جیلوید ساموئل، گوران جورکوویچ آذر بازیکنی هستن که پرویز مظلومی به شکل ثابت داره از اونها استفاده میکنه. آقای مهدی تارتار هم، میلاد فرهانی، حسین کوشکی، محمد مختاری، علیرضا نظیفکار، مگنو باتیستا، ابوذر رحیمی، محمد آبشک، حسین ابراهیمی، رضا مهدوی، میلاد زنیدپور و محمد غلامی رو در ترکیب تیمش قرار داده. یک فرصت برای تیم داماش، ارسال روی تیر دو به هیچ کدام از بازیکنان دو تیم نمیرسه و به بیرون میره. قضاوت این دیدار بر عهده علیرضا فغانی است با کمک‌های رضا سخندان و حسین خانبان. مهدی تارتار رو در تصویر ملاحظه می‌کنید، مربی جدید تیم داماش. اونجا آقای فغانی بازی رو متوقف کرده، داره صحبت میکنه با بازیکنان تیم استقلال، میثم حسینی. پرویز مظلومی رو هم ملاحظه فرمودید، یک نکته رو به میثم حسینی گوشزد کرد، گویا چسبیست که روی پای چپ میثم حسینی زده شده. به هر حال ترجیح میده که بازی رو به جریان در بیاره. مهدی رحمتی از کنار دروازه میخواد توپ رو بلند ارسال کنه، اشاره میکنه اونجا به بازیکنان تیمش. آبشک در میانه میدان، توپ برخورد میکنه به حسین کوشکی و به بیرون میره. بازیکنی که با نظر آقای تارتار از برق شیراز به داماش اومد در نیم فصل. مشتاق جباری کاپیتان محبوب تیم استقلال تهران رو در تصویر ملاحظه فرمودید، در جناح چپ یاران استقلال تهران. اونجا درگیر هستن بازیکنان دو تیم با هم دیگه، هر جوری که از توپ رو میگیرن یاران داماش. یه ارسال اشتباه از محمد رضا مهدوی، یه پاس پشت مدافعین و دروازه بیرون میاد. میلاد فراهانی توپ رو در اختیار میگیره، همین دروازه‌بان که به عنوان دروازه‌بان دوم جذب شد، اما با مصونیت‌های پیاپی که برای محمدی ایجاد شد، به هر حال فرصت بیشتری در این فصل به او رسید. در میانه میدان ساول، بازیکنی که از خارجی‌های خوب فوتبال کشورمون گفته میشه که به حساب میاد، باید ببینیم که عملکردش چگونه خواهد بود. سابقه حضور او در بولتون که نشان میده جذب خوبی رو انجام داده باشگاه استقلال، باید ببینیم چقدر میتونه کمک بکنه به این باشگاه در رقابت‌های لیگ برتر، جام حذفی و باشگاه آسیا. یه حرکت از میلاد زنیدپور از جناح چپ، ببینیم به توپ میرسه یا خیر. هر جوری که از توپ رو ارسال میکنه اما توپش از خط عبور کرده بود. این چهره میلاد زنیدپور، گل قشنگ زیاد زده در این لیگ برای داماش. مهدی رحمتی شدیداً درگیر هست با پژمان منتظری. از اون صحنه‌های ابتدایی پژمان منتظری تاکید داشته که مهدی رحمتی باید پاس رو به او بده، اما مهدی رحمتی می‌خواست بازی رو به نوع دیگری آغاز بکنه که همین اتفاق هم می‌بینیم که می‌افته. مهدی رحمتی بلند توپ رو به زمین حریف می‌فرسته. میثم حسینی بازیکن جوان و آواد با آتیه استقلال از اون جناح توپ رو از دست میده. محمد مختاری توپ رو بلند دور می‌کنه. پرچم کمک اول این دیدار به نشانه آفساید بالا رفته بود. محمد مختاری باید بازی رو به جریان در بیاره. جانشین آلوز برزیلی شده که محروم هست در این بازی.
یه فرصت محمد غلامی در محوطه جریمه خوب میچرخه غلامی با پای چپ شوتش رو میزنه که برخورد میکنه اونجا به حنیف عمرانزاده و دور میشه. یک بار دیگه آبشک کوشکی خود کوشکی یه پاس در عمق تعادل محمد غلامی به هم خورد اما داور اعتقادی به خطا نداشت. در هر باشگاهی که بوده به استقلال گل زده محمد غلامی. نگاه کنید چه اتفاقی افتاد، تعادل محمد غلامی به هم خورد. جباری ارسال پشت مدافعین، شریفات به دنبال توپ، ابوذر رحیمی می‌خواست با سر پاس بده به میلاد فرهانی که توپ کورنر میره. صحبت میکنه ابوذر رحیمی. بیشترین دقایق بازی در تیم دماش از آن اوست. این لحظه است که به نظر رسید اونجا غلامی تعادلش از دست داد، کورنر باید زده بشه. ارسال روی تیر یک، مهرزاد مهدوی توپ رو دور میکنه، خطای حنیف عمرانزاده اعلام میشه بر روی محمد رضا مهدوی. این هم چهره کمک اول رضا سخندان هست. نگاه کنید این لحظه ایست که توپ ارسال شد و برخورد حنیف عمرانزاده و مهرزا مهدوی رو از نمای دیگر ملاحظه فرمودید. نکته جالب در این بازی پیراهن‌های دوم استقلال هست که توسی رنگ هست. داماش با پیراهن اصلی خودش که آبی رنگه بازی میکنه. ضربه نه چندان خوب میلاد فراهانی به بیرون میره. باتیستا، میلاد زنیتپور در میانه میدان، حسین ابراهیمی، آبشک یه پاس میخواد در عمق بندازه برای محمد غلامی، خود غلامی به دنبال توپ، پژمان منتظری توپ سرش برخورد کرد و به کورنر رفت. حالا کورنر برای داماش. امیدهای گلزنی داماش همین چهره است، غلامی، و باید ببینید که موفق خواهد شد که در این بازی هم گلی به ثمر برسون یا خیر. مدافعین اونجا حضور دارن. یه پاس باز هم حسین ابراهیمی کوتاه با مهرزا مهدوی در اون محوطه جریمه اشتباه میکنه. مثلا حسینی میخواست توپ رو دور کنه، همچنان بازیکنان داماش صاحب توپ هستند. ابوذر رحیمی ارسال نه چندان خوبش در اون محوطه جریمه استقلال که بی ثمر هست و به بیرون میره. سید مهدی رحمتی باید از کنار دروازه استقلال بازی رو به جریان در بیاره. پژمان منتظری ارسال بلند، محمد مختاری ضربه سر رو میزنه، حسین ابراهیمی، آبشک، میثم حسینی برای مشتبه جباری، کنترل خوب او و پاسی که نرسید به جورکوویچ. نهمین دقیقه بازی، داماش 0 استقلال 0. حنیف عمرانزاده، جباری، مختاری توپ رو به کوشکی میسپاره، حالا محمدرضا مهدوی، ساموئل. تو پین بازیکنان دو تیم رد و بدل میشه. بازم پژمان منتظری، باتیستا، بازیکنی که در بازی رفته دو تیم در هفته دوم پاس رو به عقبی که داد باعث این شد که فرهاد مجیدی بتونه دروازه داماش رو باز کنه. صحنه خطا رو ملاحظه فرمودید. هافبک دفاعی برزیلی تیم داماش مگنو باتیستا. دونیتپور یه پاس در عمق عالی برای ابوذر رحیمی، یه پاس فرصت اشتباه موقعیت از غلامی تو سر توپ میزنه. ببینید چیکار میکنه غلامی، میخواد نگه میداره و شوتش رو سید مهدی رحمتی به بیرون میفرسته. چیکار کردیم محمد غلامی و چقدر خوب کار کردن رو حرکت
ترکیبی یاران داماش خطرناک نشون دادن. پاس عالی که به ابوذر رحیمی داد، پاس عالی او، حسین ابراهیمی نتونست به توپ ضربه بزنه. محمد غلامی اونجا مدافعین رو پیش روی داشت، دو مدافع و در حالی که سه مدافع مقابلش بودن اینگونه ضربه شد. سید مهدی رحمتی دروازه رو نجات داد. بهترین موقعیت بازی اتفاق افتاد. ارسال دوباره به روی دروازه، ضربه سر زده میشه. حسین کوشکی، محمد مختاریت که به دنبال توپ هست. پرتاب برای داماشی که در این لحظات داره بهتر کار میکنه. 11 دقیقه بازی. محمد آبشنگ میخواد توپ رو بلند پرتاب کنه. این کار انجام میده و توپ رو سید مهدی رحمتی در اختیار میگیره. کوشکی جناب وزیر تغییر داد، اما هیچ کدوم از بازیکنان حضور نداشتن. به حمودی رسید. منتظری نگاه کنید، این لحظه ایست که غلامی یه بار به توپ ضربه زد و اینگونه یه شوت عالی رو میزنه که سید مهدی رحمتی از آن خودش کرد و به کورنر فرستاد با کف دست. محمد آبشک یه توپ رو با یه عالی از بازیکنان داماش از جناح راست میثم حسینی رو پیش روی داره و یه کورنر میگیره محمد آبشنک. کورنر برای داماش. محمد غلامی در اون محوطه جریمه. ببینید که چگونه این توپ رو ارسال خواهد کرد. میلاد زنیتور رو پای چپ، یه ارسال به روی دروازه سید مهدی رحمتی. محمد غلامی به کجا میزنه توپ رو؟ به سید مهدی رحمتی کوبید توپ رو محمد غلامی. دومین موقعیت عالی برای داماشا از دست رفت. دوباره یه ارسال، غلامی تاثیر میذاره و حنیف عمرانزاده توپ رو دور میکنه. فرصت ها یکی پس از دیگری برای داماش داره از دست میره. ابوذر رحیمی از جناح چپ، ارسال به روی دروازه. آبشک صاحب توپ، خوب حرکت میکنه آبشک، توپش رو میگیرن. باسم کوشکی فشار آورده تیم داماش در این لحظات. پرتاب برای داماش. حسین ابراهیمی باتیستا رو بقیم. محمد غلامی کنترل عالی از او. ابوذر رحیمی باسم غلامی همچنان صاحب توپ و برای او مرتکب خطا میشه کیانوش رحمتی. اینجا کیانوش رحمتی جا گذاشت و خطای کیانوش رحمتی برای او اعلام شد. نگاه کن این لحظه ایست که ارسال انجام گرفت، محمد غلامی توپ رو به جایی کوبید که سید مهدی رحمتی حضور داشت. ببینید چه کسی از این ضربه ایستگاهی استفاده خواهد کرد. قبلا که مهدوی کیا بود توپ رو برای میلاد زنیتور میکاش، ولی معمولا از این نقاط محمد آبشک بهتر میزنه. حالا جالبه میلاد زنیتور به او اصرار میکنه که آبشک بیاد بزنه. ببینید تعارف میکنن با هم دیگه بالاخره کدام یک خواهد. محمد آبشک هم از این نقطه به تراکتور گل زده. آبشک ببین چه کار میکنه، تو برخورد کرد به مدافع پیشتاخته استقلال و در اختیار رحمتی قرار گرفت. این چهره محمد آبشک جوان با استعداد و بازیکن خوبی است که از جوانهای آینده دار فوتبال داماش محسوب میشه. زنیتپور میبره به جناح راست برای حسین کوشکی. حالا حسین ابراهیم ببینید چه کار میکنه. در حال رفتن موفق‌تر حنیف عمرانزاده بود و خطایی که حسین ابراهیم مرتکب میشه بلافاصله بازیکن استقلال بازی رو به جریان در میارن. چهره داور این علیرضا فغانی رو هم یه لحظه ملاحظه کردید. کفشای حسین ابراهیمی هم از پاش بیرون میاد. مهدی تارتار تا قبل از
اینکه به داماش بیاد تنها در راه آهن مربیگری کرده بود. محمد مختاری ضربه سر رو میزنه. حالا نظیف‌کار توپ رو دور میکنه. مهدوی. باتیستا. پرتاب برای داماش. در این سمت هم پرویز مظلومی رو ملاحظه فرمودید و علیرضا فغانی یکی از داوران خوب فوتبال کشورمون. ابوذر رحیمی، مهدوی، باتیستا، واسه محمدرضا مهدوی فرصت عالی میتونه دهم بندازه. مهدوی خودش میاره رو پای چپش که توپش رو میزنن. ارسال عالی از ساموئل در این سمت، میلاد فرانی از دروازه بیرون میاد. اجازه نداد که توپ در اون سمت برسه به شریفات. آبشک یه پاس در عمق دیگه، محمد غلامی و پرچم کمک دوم این دیدار به نشانه آفساید بالا میره. میرفت که سومین موقعیت این بازی رو خلق کنه محمد غلامی. در نمای زیبا استادیوم آزادی شهر رشت رو ملاحظه میکنید که پس از استادیوم آزادی استادیوم آزادی و استادیوم تختی هم میبینیم که از LED درش استفاده میشه که نمای جذابی رو میده به رقابت های فوتبال. امیدوارستیم در سراسر کشور این مسئله جا بیفته. پرتاب برای استقلال. البته خطا اعلام شده بود، این لحظه بودش که برخورد صورت گرفت. مشتاق جنباری در میانه میدان. یه فرصت ساموئل می‌خواست اون بندازه. میثم حسینی. مشتاق جنباری ترجیح میده رو به عقب کار بکنه. حنیف عمرانزاده این کارو انجام میده. واسه مدی رحمتی راه نفوذ رو بازیکنان داماش بستند. منتظری با رحمتی. خودی کیانوش رحمتی ارسال بلند. حمودی جا میگذاره ابوذر رحیمی رو. باز هم رحیمی توپش برخورد میکنه اونجا به اسماعیل شریفاد و پرتاب برای داماش به دست میاد توسط این بازیکن. زون اتپور. حمودی نتونست توپش رو بگیره. باز هم زون اتپور یه پاس انداخت برای محمدرضا مهدوی که درگیر هست با مشتبه جباری. پژمان منتظری ارسال بلند. میثم حسینی توپش رو میگیره. حسین ابراهیمی. حالا محمد آبشک در میانه میدان ببینیم که چیکار میکنه. میبره به جناح راست برای حسین ابراهیمی. فرصت عالی برای داماش. میتونه شک بگیره. حنیف عمرانزاده رو پیش روی داره. نمیتونه حنیف عمرانزاده رو جا بگذاره. مدافع خوب استقلال توپش رو میگیره. جباری. یوسفی با ساموئل. باتیستا. زون اتپور میبره به جناح راست برای حسین ابراهیمی. باز هم رو به عقب کوشکی میخواد توپ رو ارسال کنه. پرتاب به دست میاد برای یاران داماش. 20 دقیقه بازی. داماش 0 استقلال 0. هفته 19 رقابت های لیگ برتر دیداری که در ورزشگاه شهید آزادی رشت در حال برگزاری است. جباری یه توپ رو بایه عالی از او توپ رو به میثم حسینی میسپاره. ارسال بلند. ابوذر رحیمی رو به عقب اشتباه میکنه. یه لحظه فرصت برای تیم استقلال. شریفا در حال رفتن میخواست یه پنالتی دیگه بگیره. اتفاق نمیفته. بازی مقابل سپاهان که دقیقا روی همچین صحنه‌ای بود که
یه پنالتی برای استقلال گرفت. نگاه کنید ساموئل جورکوویچ، جباری، محمدرضا مهدوی توپو میگیره برای محمد غلامی. علی فرمانزادی یه تکل عالی میزنه، اجازه نمیده توپ به غلامی برسه. همچنان غلامی، میثم حسینی، جنگنده و دونده است در اون نوک حمله داماش محمد غلامی. حمودی به توپ رسید اما توپ به بیرون رفت. مهدی تارتار در کنار خط حضور داره و بازیکن صحبت میکنه. در این سمت هم پرویز مظلومی این کار رو انجام میده و نظاره‌گر بازی است. سید مهدی رحمتی و پژمان منتظری، حمودی، مگنو باتیستا. برای اون مرتکب خطا میشه حمودی. این لحظه ایست که حمیدی و حمودی و باتیستا با هم درگیر بودن و خطای حمودی اعلام شد. علیرضا نظیف‌کار، ارسال بلند او برای غلامی. حنیف عمرانزاده شدیداً با او یارگیری داره میکنه. محمدرضا مهدوی، خطای بازی خطرناک محمدرضا مهدوی رو اعلام میکنه آقای فقانی. صحبت هم میکنه اونجا با او. نگاه کنید لحظه ایست که توپ رو رد کرد و آقای فقانی اعتقاد داشت که بازی خطرناک انجام داده. آبشک در میانه میدان، جورکوویچ به دنبال گرفتن توپ هست. خطای یاران استقلال اعلام میشه. از اون تب و تاب اولیه بازی افتاده و متعادل‌تر داره دنبال میشه. پس از اون لحظات و صحنه‌هایی که داماش ایجاد کرد به روی دروازه استقلال و به گل نرسید، حالا می‌بینیم بازی کمی به تعادل کشیده شده. ارسال بلند برای حسین ابراهیمی، اونجا عبور می‌کنه و به کسی نمی‌رسه. این چهره حسین ابراهیمی که سابقه حضور در تیم ملی امید کشورمون رو هم داره. سید مهدی رحمتی روی اون صحنه، دو صحنه میشه گفت دروازه تیمشون نجات داد تا ثابت بکنه یه دروازه‌بان چقدر می‌تونه تأثیرگذار باشه در نتیجه یک دیدار. جورکوویچ توپ رو دور میکنه کوشکی. حالا زنیدپور زیر توپ میزنه برای حسین ابراهیمی. تابش آفتاب هم کمی آزار میده بازیکنان دو تیم رو. جالب هست امروز هوای بسیار آفتابی گرمی رو شاهد بود. در شرایط حرکت عالی محمد آبشک در حال رفتن، توپ رو به بیرون میزنه پژمان منتظری. فوق‌العاده با تکنیک این محمد آبشک. مهدوی خطا اعلام میشه بر روی مشتاق جباری. آرش برهانی هم در این بازی محروم هست و حضور نداره تا دست آقای مظلومی هم تا حدودی بسته باشه در خط حمله. یه فرصت، حالا یوسفی پشت محوطه جریمه، همچنان صاحب تو برای ساموئل. ارسال عالی از او. در این سمت ببینیم که به چه کسی خواهد رسید. حمودی به دنبال تو، هر جوری که توپ رو به شریفات میرسونه. خود اسماعیل شریفات، مشتاق جباری صاحب تو، مگنو باتیستا مقابل اوست. میثم حسینی، شانوش رحمتی، یه پاس در اون برای حمودی و نظیف‌کار هستش که توپ رو دور میکنه. حالا باتیستا، جباری باز هم برای کیانوش رحمتی. یوسفی و رحمتی اونجا
با هم دیگه پاسکاری میکنن رو به عقب با حنیف عمرانزاده. پژمان منتظری راه نفوذ رو بستن یاران داماش، یه برخورد و عذرخواهی هم میکنه باتیستا با از مشتاق جباری رو، برخوردی که بین اونا اتفاق افتاد، اشاره هم میکنه که او رو ندیده و از او عذرخواهی هم کرد. تماشاگران استقلال تهران رو میبینید که پشت نیمکت، پشت نیمکت تیم استقلال حضور دارن، تیم خودشون رو تشویق میکنند. یه حرکت دیگه، باز هم غلامی به دنبال توپ، حنیف عمرانزاده رو به عقب با سید مهدی رحمتی، توپ رو دور میکنه رحمتی در میانه میدان، همچنان یاران استقلال صاحب توپ با ساموئل. علی ترینیداد و توباگو ساموئل و صاحب حضور در بولتون رو داره، گفته میشه 300 بازی در بولتون انجام داده. حالا زنیت پور از جناح چپ، ببینید میتونه حرکت کنه حمودی رو جا بگذاره یا نه. خود زنیت پور صاحب تو یه پرتاب میگیره. 27 دقیقه بازی، داماش 0 استقلال 0. این چهره ساموئل هست که ملاحظه میکنید. هم بازی آندرانک تیموریان هم بوده در اون مقطعی که آندو در بولتون حضور داشت. کیانوش رحمتی توپ رو از دست میده، حسین ابراهیمی با حسین کوشکی، خود کوشکی این بار برای مهدوی و یاران استقلال توپ رو دور میکنن در میانه میدان. خطای ابوذر رحیمی اعلام شد. مشتاق جباری میبره به جناح چپ، میثم حسینی صاحب توپ عقب‌تر، واسم جباری، کیانوش رحمتی، حسینی در حال رفتن، ساموئل فرصت عالی پشت محوطه جریمه، یه شوت برخورد میکنه اونجا به بازیکنان داماش، نظیف‌کار میاد به قائل خاتمی میده و توپ رو دور میکنه. حسینی حالا در این دقایق و لحظات یاران استقلال هستن که صاحب توپ هستن و توپ رو در زمین مسابقه دارن به گردش در میان. مشتاق جباری یه حرکت پشت محوطه جریمه شد و توپی که به کورنر میره. این چهره مشتاق جباری است که اینگونه حرکت کرد، آورد رو پای راستش و این شوتی که پس از برخورد به بازیکن داماش به بیرون رفت. ببینید که چگونه از این کورنر استفاده خواهند کرد یاران استقلال. یوسفی پشت توپ ایستاده، خود محسن یوسفی با پای چپ میخواد توپ رو ارسال بکنه روی تیر، یک ضربه سر باز هم از مدافعین داماش. یک بار دیگه ارسال، مارزان مهدوی توپ رو دور میکنه، شریفات، حمودی، پرتاب برای داماش. چرا میلاد زنیت پور رو دارید ملاحظه میکنید؟ نفس تهران هم یک بر صفر پیش افتاده مقابل مسی کرمان. یه برخورد اونجا اتفاق میفته بین محمد غلامی و کیانوش رحمتی. این لحظه است که برخورد به وجود اومد، البته عمدی هم
در کار نبود و بازی ادامه پیدا میکنه. خوشبختانه که شرمتی هم مشکلی نداره. صحبت میکنه آقای تارتار اونجا، ببینید که چگونه از این فرصت استفاده خواهند کرد. مهدوی به دنبال این هستش که یک موقعیت ایجاد بکنه، ارسال به روی دروازه، ضربه سر زده میشه. محسن یوسفی از جناح چپ یه لحظه در تصویر دیدید که نور آفتاب آزار میداد سید مهدی رحمتی رو. حسین کوشکی در حال رفتن، خطا اعلام میشه، خطای میثم حسینی رو اعلام کرد آقای فرقانی. اونجا هم حسین خامان اشاره میکنه که از کدام نقطه باید این اتفاق بیفته. نگاه کنید با پای چند داره رفتن بود و این لحظه بودش که خطای میثم حسینی رو اعلام کرد. ببینید چگونه از این ضربه ایستگاهی استفاده خواهند کرد یاران داماش. سید مهدی رحمتی صحبت میکنه با مدافعین تیمش. سنید پور، حسین ابراهیمی، ارسال او که بی‌ثمر هست و از همون سمت به بیرون میره. این چهره حسین ابراهیمی. تیم استقلال با 37 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر حضور داره و تیم داماش گیلان با 23 امتیاز نهم هست. و یه لحظه هم به تبریز میریم. دوباهان اصفهان 1-0 با گل غازی پیش افتاده از تراکتور سازی تبریز. به زمین مسابقه میریم. حمودی ارسال به روی دروازه، یه ضربه سر، توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. شریفات بودش که اونقدر قامت کوتاه خودش ضربه سر زد. نگاه کنید این گونه توپ ارسال شد و ضربه سر شریفات به بیرون رفت. میلاد فراهانی از کنار دروازه بازی رو به جریان در میاره. مهدوی یه تاثیر میذاره، غلامی به دنبال توپ، یه لحظه گم میکنه توپ رو. منتظری، مرزا مهدوی، باز هم خطای مهدوی اعلام میشه. حمودی در جناح راست، ارسال برای جورکوویچ، بازیکنی که اصالتی سربستانی فرانسوی داره، حتی پدر مادر او سربستانی هستن اما دلیل فرانسه به دنیا اومده. ابوذر رحیمی یه برخورد، خطا اعلام میشه. اتفاقی میکنه در لیون فرانسه به دنیا اومده جورکوویچ و در باشگاه لیتوانی هم در فصل گذشته 17 گل زده. این لحظه بود که برخورد اتفاق افتاد و خطا اعلام شد برای ابوذر رحیمی. چهره ابوذر رحیمی رو هم ملاحظه میکنید. آقای فقانی صحبت میکنه با اسماعیل شریفات، فاصله رو رعایت بکنه. مرزا مهدوی بلافاصله بازی به جریان در میاره، باز هم با ابوذر رحیمی یه پرتاب به دست میاد برای داماش. حسین ابراهیمی صاحب توپ، اسماعیل شریفات، حالا پرتاب برای استقلال. بعد از اون موقعیت هایی که داماش ایجاد کرد واقعا بازی جذابی رو شاهد نبودیم. مهدوی، آبشک، محمد مختاری، ارسال او به جناح راست و مشایعت میثم حسینی تا توپ به بیرون بره. باسم حسینی توپ رو دور میکنه، مشتاق جباری تاثیر میگذاره. جورکوویچ میاره به جناح راست. ساموئل قطع ارتباط از باتیستا، همین بازیکن.
نکته جالب در مورد باتیستا این هستش که زمان آقای ابراهیم قاسم‌پور کاملا از لیست خارج شده بود و معمولا در ترکیب حضور نداشت و مصطفی حاجتی در اون پست بازی میکرد. با اومدن مهدی تارتار حالا دوباره به ترکیب برگشته باتیستا. سید مهدی رحمتی با حنیف عمرانزاده. سی و پنج دقیقه تمام شد، 10 دقیقه تا پایان نیمه اول این دیدار زمان باقی مونده. تکل محمد مختاری و اعلام خطا. ببینیم چگونه از این فرصت استفاده خواهند کرد یاران استقلال. این لحظه است که محسن یوسفی توپ رو گرفت و محمد مختاری باید تکل این خطا رو مرتکب شد. مشتاق جباری پشت توپ ایستاده و باید این توپ رو ارسال بکنه. حنیف عمرانزاده و دیگر مدافعین سرزن استقلال هم در روی محوطه جریمه هستن. ببینیم چگونه استفاده خواهد کرد داره استقلال. به روی دروازه یه ضربه سر و گل، و گل برای استقلال به ثمر میرسه. جورکوویچ گل میزنه در این بازی، اولین گلش رو به ثمر میرسونه این مهاجم. و خوشحالی هواداران استقلال در ورزشگاه شهید عزادی رشت. استفاده کردن از این ضربه ایستگاهی به شکل مناسب یاران استقلال رو ارسال عالی مشتبه جباری اینگونه به روی دروازه ارسال کرد، بین دو سه نفر عبور کرد و اینگونه با پای چپ دروازه رو باز کرد این مهاجم. استقلال تهران 1-0. اینگونه خودش رو پرتاب کرد با پای چپ دروازه رو باز کرد. از نمای دیگر ملاحظه میکنید این لحظه است که گل به ثمر رسید. حالا استقلال 1-0 در نیمه اول پیش میفته. حمودی، ساموئل، باسم جورکوویچ، یوسفی، خودش پا به توپ حرکت میکنه. حمودی، ابوذر رحیمی، حسین ابراهیمی توپ را از دست میده. پرتاب برای داماشی ها. پرویز مظلومی مرتبا صحبت میکنه با بازیکن تیمش. بازیکن تیمش میخواد که عقب نرن. در این سمت مهدی تارتار رو ملاحظه میکنید که تیمش 1-0 عقب افتاده. کاملا ملاحظه میکنید در این دقایق یاران استقلال در میانه میدان مستقر شدن و همگی در درون زمین حریف حضور دارند. آبشک، روبعقب، فراهانی، عمرانزاده. احساس ناراحتی میکنه حنیف عمرانزاده، با توپ رو به بیرون بزن. این کار انجام میشه، لحظه برخورد کرد فکر کنم با غلامی، از درد به خودش میپیچه. استقلال تهران 1-0 پیش افتاده در این بازی روی ارسال عالی مشتبه جباری. تماشاگران مشتاق و علاقمند تیم داماش رو ملاحظه میکنید که همگی استادیوم رو پر کردن تا نشون بدن برگزاری بازی در ورزشگاه شهید عزادی که داخل شهر هست چقدر میتونه باعث بشه که تماشاگران بیشتری به استادیوم بیان. گفته میشد در این بازی قرار هستش نماینده ویژه آقای محسنی اژه‌ای هم در استادیوم حضور پیدا کنه، آقای قاسم زاده، که گویا اتفاق نیفتاده و امیدوار هستیم مشکلات باشگاه داماش هم هر چه ذره‌تر با کمک مسئولین حل بشه تا این همه هواداران مشتاق و علاقمندی که این تیم رو دوست دارن و به هر حال دلخوشیشون این فوتبال هست بتونن همچنان بازی این تیم رو نظاره‌گر باشند. مرزا مهدوی به دنبال توپ. سید مهدی رحمتی توپ رو در اختیار میگیره. بلافاصله
باتیستا، مرزا مهدوی صاحب توپ، ببینیم چه کار میکنه در این صحنه. ارسال برای حسین ابراهیمی، میثم حسینی توپ رو دور میکنه. حالا حسین کوشکی، آیا داماش میتونه گل خوردن رو جبران کنه یا خیر؟ باید ببینیم. پرتاب برای داماش، بلا فاصله زنیت پور روی خط، مدام جای خودش رو عوض میکنه با حسین ابراهیمی. یعنی در بعضی از صحنه ها میبینیم که زنیت پور در جناح چپ حضور داره، گاهی هم به سمت راست میره. حالا توپ رو میگیره از یوسفی و یه پرتاب به دست میاد، باز هم زنیت پور. کوشکی، فصل گذشته در راه آهن حضور داشت کوشکی، نیم فصل اول در برق شیراز و در نیم فصل دوم به داماش اومد. باز هم خطا برای داماشی ها، دقیقا از نقطه ای که زنیت پور ضربات ایسکایی رو به شکل فوق‌العاده‌ای میزنه. نگاه کنید، این لحظه ایست که برای باتیستا خطا کرد کیانوش رحمتی. ببینیم آبشک میزنه یا زنیت پور. این بار دیگه مثل این که میلاد زنیت پور میخواد بزنه. کاملا هم صحبت میکنه زنیت پور اونجا با مهدوی و آبشک، میگه که دقیقا توپ رو کجا براش بفرستن. حالا زنیت پور توپش برخورد کرد با یوسفی که دست اونها رو خونده بود. خطا اعلام میشه. فنجه سپاسی هم 2-0 از نفت آبادان پیش افتاده با گلی که رجب‌زاده در دقیقه 86 زده. صحنه برخورد ملاحظه کردید. تیم ملوان و راه آهن هم بازیشون 0-0 هست. دیگر تیم گیلانی حاضر در رقابت‌های لیگ برتر، ملوانی که هفته گذشته پرسپولیس رو در ورزشگاه تختی انزلی شکست داده. میثم حسینی رو به عقب، ساموئل میبره به جناح چپ، محسن یوسفی با پای چپ ارسال او به روی دروازه، ضربه سر از علیرضا نظیف‌کار. واسه میثم حسینی یه پاس پشت مدافعین و میلاد فراهانی این بار توپ رو در اختیار میگیره و بلافاصله بازی رو به جریان در میاره با ابوذر رحیمی. مهدوی، خطا به نظر میرسید، بازی ادامه پیدا میکنه در میانه میدان. ساموئل رو به عقب، حنیف عمرانزاده، حالا میلاد زنیت پور، یه پاس مهدوی، پژمان منتظری که سراسیمه توپ رو به بیرون میفرسته. هنوز البته توپ از خط عبور نکرد و بازی ادامه پیدا میکنه. من یه روز فکر کردم توپ از خط عبور میکنه، اما به هر حال چمن مصنوعی است و محلهای فرود توپ کمی غیر عادی تر از چمن طبیعیه و این کار رو برای بازیکنان دو تیم یقینا سخت هم خواهد کرد. هر دو تیم فکر میکردن بازی در سردار جنگل برگزار میشد، تمریناتشون رو چمن طبیعی انجام دادن. یک بار دیگه اسماعیل شریفات یه اخطار میگیره. حالا اسماعیل شریفات، کارت زردی که آقای فقانی نشان میده به او، اعتقاد داشت که او تمارز میکنه و در سرنوشت هم خواهیم دید که چه اتفاقی افتاد. این لحظه است که نظیف‌کار با او حرکت کرد و تعادل شریفات به هم خورد و داور دیدار اعتقاد داشت که یک کارت زرد باید بگیره این بازیکن. میلاد فراهانی در میانه میدان، باتیستا تأثیر میذاره، حنیف عمرانزاده توپ رو یه تیکه به بیرون میفرسته. یک و دوی زنیت پور و حسین کوشکی در جناح راست، مشتاق جباری مقابل اوست، رو به عقب با زنیت پور،
جناب بازی رو ترجیح میده تغییر بده با ابوذر رحیمی. شریفات از راه میرسه و توپ رو به اوت میفرسته، پرتاب برای یاران داماش. محمد غلامی میاد تاثیر میذاره اما پرتاب برای استقلال تهران به دست میاد. یک دقیقه وقت اضافه اعلام میشه. پژمان منتظری اونجا صحبت میکنه با آقای فقانی، باتیستا تاثیر میذاره، مهدوی به دنبال تو. خطا اعلام شده. ببینید خطا اعلام کرده آقای فقانی یا پرتا، به نظرم خطا باید اعلام کرده باشه، اشاره میکنه که خطا اعلام شده. میثم حسینی حالا یاران استقلال مرتکب خطا میشن، خطا جورکوویچ رو اعلام کرد آقای فقانی. محمد مختاری باید بازی به جریان در بیاره و اینجا با سوت های فقانی پایان نیمه اول با حساب 1-0 به نفع استقلال تهران روی گل جورکوویچ اعلام میشه. استراحت کوتاهی خواهیم کرد، با آغاز نیمه دوم در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. همکار خوبم آقای پیمان یوسفی و کارشناس محترم برنامه فوتبال برد آقای صادق برمزیار یقینا تحلیلی خواهند داشت نسبت به نیمه اول دیدار دو تیم. سپاسگزارم. تا آغاز نیمه دوم شما رو به خدا میسپارم.